کوههایی از پنبه در سینکیانگ، یک پنجم پنبه جهان، اینجا تولید می شود. تحقیقات ما نگرانی ها از نحوه تولید محصول را تشدید کرد. اما یافتن شواهد کار آسانی نبود. در ایست بازرسی گفتند برگردید. نگذاشتم فیلم برداری کنید. سوال و جوابمان کردند و تعقیب شدیم. این یکی از جاهایی است که تلاش کردیم با آن دسترسی پیدا کنیم. جایی که چین میگوید یک مرکز بزرگ بازآموزی است. اما اخیراً کنارش یک کارخانه نساجی ساخته شده. چند روز بعد از تکمیل افراد زیادی را می توانید که از کمپ به کارخانه منتقل شدند. اینجا کاملا مشخص است کارخانه و کمپ بازآموزی حالا تبدیل به یک مجموعه شدند که دیوارهایش با شعارهای حزب کمونیست پوشانده شده. اما وقتی پیاده شدیم که فیلم برداری کنیم، چین میگوید که این مراکز تنها برای ایجاد اشتغال ساخته شده، ولی هر جا میریم سعی میکنن جلومونو بگیرن. در سینکیانگ همه چیز زیر نظر است. گفته میشود که بیش از 1 میلیون نفر از اقلیت اویغور و دیگر قومیت ها که به طور سنتی مسلمان هستند مجبور به زندگی در کمپ ها شدند. چین میگوید جدایی طلبان از اقلیت مسلمان هستند. اما هر سال 2 میلیون نفر دیگر برای کار دیگری سازماندهی می شوند. صدها کارخانه بزرگ نساجی که به شدت کنترل می شوند و زیر فشار شدید تبلیغات سیاسی هستند. این رئیس کارخانه می گوید اولین چیزی که روی آن کار کردم این بود که یاد بگیرم چطور حزب کمونیست را دوست داشته باشم. اما حالا بی بی سی دریافته که اویغورها به صورت گروهی هم به مزارع پنبه فرستاده می شوند. محمود اسم اصلیش نیست. او سینکیانگ را 3 سال پیش ترک کرد، اما خانوادهش هنوز آنجا زندگی می کنند. مادرم گفت که او برای کارخونه های پارچه پنبه جمع میکنه. این کار مثل یه وظیفه است که باید انجام بده. اونا نمیتونن این کار رو نکنن چون میترسن به زندان بیفتن یا اتفاق دیگه براشون بیفته. مدارکی به تازگی کشف شده که مقیاس این کار را نشان میدهد. 150 هزار نفر پنبه چین به یک منطقه فرستاده شدند. همین تعداد برای رفتن به یک منطقه دیگر سازماندهی شدند. به آنها آموزش ایدئولوژیک داده شده. دولت میگوید به تنبلها شرافت کار کردن را یاد داده. شواهد نشون میده که هدف اصلی اینجا در سینکیانگ از بین بردن فرهنگ و به وجود آوردن چیزی جدید با کنترل شدید خانواده ها، مذهبشون، افکارشون. با کارهایی که در حجم گسترده در مزارع و کارخانه هایی که در این منطقه انجام میشه. در بیانیه این مکتوب دولت چین گفته کارگران از هر قومی در سینکیانگ آزادانه کار خود را انتخاب و بر اساس قانون قرارداد امضا کردند. همچنین در این بیانیه گفته شده که اتهام های مربوط به کار اجباری کاملا ساختگی است. اما پژوهشگری که این موضوع را افشا کرده معتقد است که این موضوع با هدف تاثیرگذاری بر صنعت مد و لباس انجام شده. برای اولین بار علاوه بر کار اجباری در صنعت نساجی ما شواهدی به دست آوردیم که نشون میده صدها هزار نفر، نزدیک به 500,000 نفر در یک برنامه عظیم کار اجباری تحت حمایت دولت مجبور به کار در مزارع پنبه شدند. موضوعی که میتونه خیلی از معادلات رو تغییر بده. در حال ترک سینکیانگ از جلوی این زندان عبور کردیم که گفته میشود چند کارخانه در آن هست. این اولین تصویر مستقل از این مجموعه عظیم آخرین یادآوری وحشت انگیز از جایی که حبس‌های دست جمعی و کار دست جمعی ارتباط نزدیکی با هم دارند.